صندلیم کو کجاست؟ خوش اومدید به گلچین دوم کلیک. من نیما اکبرپور هستم. این هفته هم مثل هفته گذشته قراره که منتخبی از گزارش‌های سال 2012 رو پخش کنیم که بیشتر مورد توجهتون واقع شدن. برنامه قبل از مرکز تلویزیونی بود در تی وی سنتر در ساختمان قدیمی و این برنامه رو از ساختمان جدید بی بی سی قراره براتون پخش کنیم. قشنگه نه؟ دردسر انجام کارهای بانکی به صورت آنلاین و موضوع امنیت بانکداری الکترونیک عنوان اولین گزارش گلچین ماست. حضور دیگران به صورت مجازی در اطرافمون داره دگرگون میشه. گزارشی رو مرور میکنیم که در اون به همین موضوع پرداخته بودیم. ویندوز 8 نسخه تازه سیستم عامل معروف شرکت مایکروسافت، مروری بر ویژگی‌های اون رو دوباره با هم خواهید دید. اولین گزارش که براتون انتخاب کردیم درباره دردسر انجام کارهای بانکی به صورت آنلاینه. مهناز فرهمند تمهیدات تازه امنیتی رو که در این زمینه اتفاق افتاده براتون شرح میده و توضیح میده که چرا اصلا بانکداری الکترونیک تبدیل به یک هفتخوان شده. در چند سال اخیر جرائم اینترنتی و نرم افزارهای مخرب بیش از این که برای آسیب رسوندن به کامپیوتر افراد طراحی شده باشند، دنبال دزدیدن اطلاعات حساب بانکی و کارت‌های اعتباری بودند. و این معضلیه که سالی 1 میلیارد دلار خرج رو دست بانک‌های آمریکا گذاشته. از جمله این بدافزارها کیلاگرها هستند که دگمه‌هایی که روی کیبوردتون می‌زنین رو ثبت می‌کنن و اطلاعات محرمانه از جمله پسورداتون رو پیدا می‌کنن و به سازنده‌شون می‌فرستن. البته کیلاگرها رو به راحتی میشه گمراه کرد. کاری که جدیداً بانک‌ها انجام میدن اینه که هر دفعه میخواین وارد حسابتون بشین، تنها بخش‌هایی از پسورد رو میپرسن و حتی نیازی به استفاده از کیبورد هم ندارین. این هم یه نوع دیگه است. ایمیل‌هایی که ادعا میکنن از طرف بانکتون هستن، ولی لینکی که دادن شما رو میفرسته به یه وبسایت قلابی که کاملاً شبیه سایت بانکتون طراحی شده. و اطلاعاتی که توش وارد می‌کنین مستقیماً میره به این باکس دزدان اینترنتی. برای مقابله با این مشکل هم بانک‌ها مراحلی در لاگین کردن گذاشتن که بتونین بفهمین در وبسایت واقعی هستین یا قلابی. یه تصویر با کلمه‌ای که قبلاً شما انتخاب کردین رو نشونتون میدن، چیزی که سایت قلابی از وجودش بی‌خبره. بعضی از بانک‌ها هم این دستگاه‌ها رو به مشتری‌هاشون میدن. برای اینکه بتونید وارد حساب آنلاینتون بشین، باید کارت بانکیتون رو وارد دستگاه بکنید، کد رمز رو بزنید و دستگاه هر دفعه یه رقم تصادفی بهتون میده که میتونید وارد سایت بانک بکنید تا لاگین بشین. یه نوع دیگه‌ش هم این دستگاه‌ها هستن که دقیقاً به همین ترتیب کار می‌کنن، فقط نیاز به کارت بانکی ندارن. برای اینکه بدونید دلیل این همه دردسر برای وارد شدن به حساب آنلاینتون چیه، باید یک نوع خطر پیچیده‌تر و جدی‌تر رو براتون توضیح بدم. بدافزاری که خیلی از دزدی‌های بزرگ آنلاین توسط اون انجام شده. به شکل کاملاً هوشمندانه‌ای پول رو از حساب کاربر به حساب صاحبش می‌ریزه. برای همین اسمشو بدافزار مالی گذاشتن. توی کامپیوتری که آلودش کرده پنهانی زندگی میکنه تا وقتی که وارد سایت بانکتون بشین. اون موقع چیزایی که میبینین رو دستکاری میکنه. این دوتا کامپیوتر رو ببینین، هر دو وارد وبسایت یه بانک شدن، ولی چیزی که روی صفحه‌هاشون دیده میشه با هم فرق داره. اونی که به بدافزار آلوده نیست فقط نام کاربری رو میپرسه، اما اون یکی که آلوده شده پسورد و کد رمز کارت بانکیتون رو هم میخواد. و موضوع فقط این یه بانک نیست. همونطور که میبینین این بدافزار میتونه برای سایت هر بانکی طراحی بشه و اطلاعات اضافی رو از کاربر یا همون مشتری بانک بخواد. این نوع بدافزار با شکل‌ها و نام‌های مختلفی مثل اسپایا یا کاربر وجود داره، ولی یکی از شناخته شده ترین هاش اسمش زئوسه. You don't see Zeus.
شما زئوس رو نمی‌بینین. شما فکر می‌کنین دارین با بانکتون تعامل می‌کنین، در حالی که در واقع دارین با زئوس حرف می‌زنین و این زئوسه که با بانکتون در تماسه. شما فکر می‌کنین دارین یه معامله آنلاین انجام میدین، ولی زئوس شما رو گول زده و اطلاعاتتون رو دزدیده و به جای شما میره تو حساب بانکیتون و هر معامله‌ای که دوست داش انجام میده. اما تصویری به شما نشون میده که فکر می‌کنین همه چی سر جاشه. بدافزارهای مالی روز به روز هوشمندتر میشن. نسل اولشون فقط صفحه لاگین رو دستکاری میکردن و اطلاعات محرمانتون رو از این طریق میگرفتن. ولی نسخه های جدیدتر به روش خلاقانه تری میتونن هر صفحهی وارد میشین رو به یه شکل دیگه نشونتون بدن. برای مثال صبر میکنن تا پولی به جایی واریز کنین. وقتی دکمه تایید نهایی رو زدین، رقمی که واریز کردین رو عوض میکنن و شماره حسابی هم که بهش واریز میشه رو به حساب صاحبشون یعنی آقای دزد تغییر میدن. اما چیزی که در صورت حسابتون میبینین همونیه که خودتون وارد کرده بودین. برای همین اصلا به چیزی مشکوک نمیشین. اخیراً کد منبع زئوس روی اینترنت منتشر شده تا تحلیلگرا بتونن طراحی پیچیده‌اش رو بررسی کنن و راه حلی پیدا کنن. اما چطوری اینو بدافزارها به راحتی آنتی ویروسی که روی کامپیوترمون نصب کردیم رو دور میزنن؟ یکی از دلایلی که این بدافزارها حسابی تو کار خودشون موفقن اینه که طوری طراحی شدن که نرم افزار امنیتی توی دستگاهتون نتونه به راحتی اونا رو تشخیص بده یا ردیابیشون کنه. نرم افزار امنیتی روی کامپیوترتون دقیقاً مثل گارد امنیتی توی فروشگاه میمونه. اول دنبال چهره هایی که مشکوکن یا توی لیست سیاهن میگرده. بعد منتظر میشه تا چهره مشکوک رفتار مشکوکی ازش سر بزنه. و اگر در هیچ کدوم از اینا موفق نبود، موقع در رفتن مچشو میگیره و چیزایی که دزدیده رو ازش پس میگیره. اما بدافزارهای مالی امروزی مثل زئوس میتونن همه اینها رو دور بزنن. زئوس میتونه خودش رو در لباس مبدل پنهان کنه. در واقع میتونه چندین هزار بار در روز چهرهشو تغییر بده. این چهره شاید عجیب باشه، ولی هیچ شباهتی به آدم توی لیست تحت تعقیب نداره. همینطور خیلی زیرکانه و محتاط عمل میکنه تا مشکوک به نظر نیاد و توجه جلب نکنه. از همه مهمتر، وقتی میخواد اطلاعات رو بدزده و قاچاقی ببره، از یکی دیگه یعنی براوزر یا مرورگرتون به عنوان ابزار استفاده میکنه. به این نوع حمله میگم فرد پنهان در مرورگر یا من این ده براوزر. در واقع بدافزار داخل مرورگرتون هستش و بین شما و وبسایت قرار میگیره و چیزهایی که میبینین یا اطلاعاتی که وارد میکنید رو دستکاری میکنه. و این مرد کریس پیکارد عقیده داره نرم افزارهای امنیتی موجود خوب کارشون رو انجام نمیدن. اون کارش اینه که کارکرد نرم افزارهای امنیتی رو تست میکنه و اینجا داره بررسی میکنه که کدوم یکی از نرم افزارهای امنیتی شناخته شده میتونن این مرد پنهان در مرورگر رو شناسایی کنن. برای این کار سفارش دادیم یه بدافزار این شکلی طراحی کنن. اسمشو گذاشتیم تست تول و خب قاعدتاً چون تازه از تنور در اومده هنوز تو لیست سیاه هیچ نرم افزار امنیتی نیست. برای اینکه آزمایش عادلانه باشه دو تا شاهد هم از یه لابراتوار تست بدافزارها آوردیم. بررسی کردیم که آیا هیچ یک از این برنامه‌های امنیتی بدافزار ما رو شناسایی می‌کنن و جلوی دزدیده شدن اطلاعات حساب بانکیمون رو می‌گیرن یا نه. این یکی خوب عمل کرد و هشدار داد که داره اتفاقات مشکوکی می‌افته. اما این شکست خورد. وقتی بدافزار شروع به کار کرد هیچ هشداری نداد. حتی موقع وارد کردن اطلاعات هم اتفاقی نیفتاد و بدافزار تونست به راحتی نام کاربری و رمز عبور رو بدزده و به این کامپیوتری که اینجاست بفرسته. موضوع نگران کننده این بود که در این آزمایش اکثر نرم افزارها شکست خوردن. فقط تعداد کمیشون موقع خطر هشدار دادن یا جلوی دزدیده شدن اطلاعات رو گرفتن. خیلی از سازنده های نرم افزارهای امنیتی از این آزمایش ما انتقاد کردند و گفتن محصولشون رو فقط در زمینه بدافزارهای مالی تست کردیم و این دلیل نمیشه که کلن محصول خوب نباشه.
اونا عقیده داشتن درست محصولشون در ابتدای امر بدافزار رو نشناخته، ولی این قابلیت رو داره که به مرور زمان ایمیل ها و سایت های مشکوک رو شناسایی کنه و جلوشون رو بگیره. البته این نکته رو یادآوری بکنم که اگر تنظیمات برنامه امنیتی روی کامپیوترتون روی حالت ماکسیموم باشه، میتونه جلوی راه خیلی از این بدافزارها رو سد کنه. اما مشکل اینه که در اون حالت به خیلی از برنامه‌های بی‌خطر هم مدام گیر میده و جلوشون رو میگیره. و یک شرکت هم اعتراف کرد که اگر این بدافزار از منبع مشکوکی نیاد و با وبسایت‌های هم در تعامل باشه که در لیست سیاه نیستن، میتونه به راحتی کارشو بکنه و تا کاملا شناخته نشه هیچ نرم افزار امنیتی حریفش نخواهد بود. چیزی که مسلمه اینه که ارتباط ما و دوستانمون در آینده بیشتر از راه فناوری خواهد بود تا از راه ارتباط رو در رو، و کیفیت این ارتباط طوری خواهد بود که انگار هممون نشستیم تو یک اتاق و داریم حرف میزنیم. صحبت از ارتباط ویدئویی با پدر مادرمون اونم هفته یک بار نیستا، دارم از راه‌های تازه‌ای حرف میزنم که با استفاده از اونا میشه حضور دیگران رو در اطراف خودمون به صورت مجازی حس کرد. این گزارشی که قبلا از نمایشگاه در لیورپول گرفتم با هم ببینیم. بخشی هنر، بخشی فناوری. این یک مجموعه از آثار هنری در قلب لیورپول و کنکاشی بر سر این موضوع که اگه ما موجوداتی دیجیتال باشیم، خودمون و دیگران رو ممکنه چطوری ببینیم. هنرمندان با ژرف اندیشی پرسش‌هایی رو مطرح کردند. از جمله اینکه وقتی خودمون رو داخل قاب یک نمایشگر می‌بینیم، چه حسی بهمون دست میده؟ یا چه احساسی خواهیم داشت اگر بخش عمده‌ای از زندگیمون رو در یک کالبد مجازی سپری کنیم؟ و همچنین اینکه اگه بذاریم ماشین‌ها کنترل زندگی واقعی ما رو بر عهده بگیرن، اون موقع چه حسی خواهیم داشت؟ به عنوان مثال، این اثر تحت عنوان بیس 8 دست واقعی شما رو به دستی مجازی تغییر ماهیت میده، به این منظور که بتونید با اشیایی که وجود خارجی ندارند به طریقی کار کنید. از اونجایی که در حال حاضر تعداد روزافزونی از دستگاه‌ها رو با حرکات دست و بدن میشه کنترل کرد، ممکنه که ما کم کم عادت کنیم که اشیای مختلف رو بدون هیچ گونه لمس فیزیکی جابجا کنیم. مثلا با ابزار و ادوات موجود در یک آزمایشگاه شیمی مجازی کار کنیم، یا اینکه کنترل یک دست روبوتیک رو از راه دور بر عهده بگیریم. شاید هم بخواید که از گوشیتون برای کنترل یک ربات سخنگو استفاده کنید، مثل جناب آقای روبوکس در اینجا، که با این هیبت یکم ترسناکش در اصل به این منظور طراحی شده که در قالب صدا و پیام‌های شفاهی مردم رو راهنمایی کنه. و مطمئنم که نادیده گرفتنش کار سختیه. از طرف دیگه برداشت‌های ظریف‌تر و کمی رقیق‌تر از دانش روبوتیک رو هم میشه اینجا دید، مثل ایدا، یک کره عظیم پوشیده از مدادهای گرافیت و پر شده با مخلوطی از هوا و گاز هلیوم تا کمی سبکترش کنه. اسم این ربات برگرفته از نام ایدا لابلیس هست، کسی که به عقیده خیلی اولین الگوریتم رو برای یک ماشین نوشته. در واقع این کره یک جور تجربه کدنویسی برای یک ماشین، ربات یا آواتاره، منتها به صورت فیزیکی. به این معنا که ایدا عمل کسانی که اون رو هول میدن کپچر میکنه و بعد اونا رو روی دیوار و سقف انکد یا به رمز در میاره. و در چرخشی 180 درجه ای از فضای فیزیکی به دنیای احساسات، آثاری هم در اینجا وجود دارن که هدفشون تسخیر احساسات ماست. The Electronic Man وبسایتی که احساسات کاربرانش رو از نقاط مختلف جهان با استفاده از روش جمع سپاری یا کراود سورسینگ ثبت و منتشر میکنه. اگه این پروژه شتاب بیشتری به خودش بگیره، میتونه راهنمای مناسبی باشه برای معرفی جاهای خوب و دوست داشتنی این کره خاکی و همینطور جاهای ناجور و پرتنشون. البته اگه اهل جهانگردی هم نباشید، ممکنه برای صحبت و ایجاد ارتباط با مردم کشورها و قاره‌های دیگه راه‌های زیادی داشته باشید. چند سال پیش دنیای مجازی سکند لایف تنها پدیده‌ای بود که جلب توجه می‌کرد. در واقع اونجا یک فضای سه‌بعدی بود که آواتارتون میتونست خونه بسازه،
کسب و کار شخصی را بندازه یا روابط مختلفی رو با آدم‌های دیگه شکل بده، فارغ از اینکه کالبد فیزیکیتون در کجای این کره خاکی داره زندگی می‌کنه. هرچند سر و صدایی که سکند لایف به راه انداخت الان تا حد زیادی فروکش کرده، با این حال ایدش هنوز هم مطرحه. مثلا Visions of Our Communal Dreams تلاش داره نشون بده که چطور دنیای مجازی میتونه با دنیای واقعی ادغام بشه. در اینجا شما نه تنها میتونید آواتارتون رو به پرواز در بیارید، به همه جای این فضای مجازی سرک بکشید و افراد مختلفی رو ملاقات کنید، بلکه میتونید با افراد خاصی هم به صورت واقعی صحبت کنید. اگه به پورتال‌های متعدد این جزیره مجازی پرواز کنید، به دریچه‌ای می‌رسید که به یک مکان خاص از دنیای واقعی باز میشه، به این صورت که تلفیقی از دوربین‌ها و پروژکتورهای خاص این امکان را فراهم می‌کنند تا افراد واقعی و مجازی در یک نقاطی با هم تلاقی کنند. و در نهایت یه چیز کمی ترسناک و البته کمی هم نوازش دهنده اعصاب، این نمونه به این منظور طراحی شده که اعتماد ما رو به فناوری محک بزنه. آیا روزی میرسه که ما هدایت حرکت‌ها و گام‌هامون رو به یک ربات بسپاریم؟ به عبارت دیگه، تا چه حد سپردن کنترل فیزیکی رفتارمون به یک ماشین میتونه کار راحتی باشه؟ برای رسیدن به پاسخ مجبور بودم آزمایشش کنم. من احساس میکنه واقعا رباته. این ماشین داره کاملا منو کنترل میکنه. هیچ جور نمیشه واردش شد. اسم این جونور ترسناک رو گذاشتن کمپاس، که میشه جهتیاب ترجمهش کرد. ولی راستش رو بخواید، من ترجیح میدم بگم جهتیاب زوربر، چون که این توانایی رو داره تا جهت حرکت شما رو در صورتی که نپسنده و حال نکنه تغییر بده. این دستگاه به تشخیص خودش تعیین میکنه که شما باید چه مسیری رو در پیش بگیرید و مطلقاً نمیذاره که روی این مستطیل‌های نورانی پا بذارید. روش کارش مبتنی بر میدانی مغناطیسیه که زیر کف پوش قرار داره و با استفاده از نیروی گشتاوری که از طریق حرکت وزنی سنگین روش ایجاد میشه، شما رو وادار به تغییر جهت میکنه. یه جور دیکتاتور ماشینی که هیچ رقمه باهاتون شوخی نداره. شاید بشه گفت که پارسال سال مایکروسافت بود و این شرکت در زمینه‌های متعددی خبرساز شد. یکی از پرسر و صدا ترین خبرها در زمینه محصول بود به نام ویندوز 8 که این غول فناوری بعد از مدت‌ها انتظار به بازار عرضه کرد. مهرناز هم نگاه انداخته بود به این سیستم عامل و ویژگی‌هاش رو بررسی کرده بود. با هم دوباره می‌بینیم. این بزرگترین تغییر چهره در تاریخ ویندوزه. پنجره‌ها جوشونو به موزاییک‌های رنگی دادن و این شده ظاهر صفحه اصلی اکثر دستگاه‌های مایکروسافتی. یعنی غیر از کامپیوترها، چهره ایکس باکس و گوشی‌های موبایل ویندوز 8 هم این شکلیه و فقط نرم افزارها و اپ‌هاشون کمی متفاوت خواهد بود. ویندوز وقتی بالا میاد صفحه اصلیش این شکلیه. این حالت تو قبلا اگه یادتون باشه بهش میگفتیم مترو مود، ولی الان مایکروسافت اسمشو گذاشته مادرن یو آی، که اپلیکیشن ها و برنامه های مختلفتون به صورت مربع مستطیل رنگارنگن و بعضی هاشون هم به صورت زنده در حال آپدیت شدن. روی هر کدوم کلیک بکنید اپلیکیشن مربوطه باز میشه و همونطور که میبینید برای حالت تاچ اسکرین خیلی خوب طراحی شده و با صفحه لمسی خوب کار میکنه. اما برای اینکه بتونید با این حالت خوب کار بکنید، یه سری حرکات دست یا به اصطلاح جسترهای لمسی هستش که باید یاد بگیرین. برای مثال بین اپلیکیشن هایی که باز هستن این شکلی حرکت میکنه. در واقع از آخرین اپی که باز داشتیم به ترتیب رو به عقب براتون اپلیکیشن ها رو میاره. یا اینکه اگر این کار رو انجام بدین میتونید لیست تمام اپلیکیشن هایی که باز دارید رو ببینید و اپی که میخواین رو انتخاب بکنید. برای بستن اپلیکیشن یه ذره کارتون سخته، باید اینطوری از صفحه پرتش بکنید بیرون. همینطور میتونید همزمان چند تا اپلیکیشن رو باز داشته باشین. برای مثال ایمیلاتون رو باز دارین و میتونید یه اپ دیگر رو بذارین این کنار. متاسفانه بیشتر از دو تا اپلیکیشن رو با هم نمیتونید باز بکنید و یه اشکال دیگه هم اینه که نمیتونید صفحه رو نصف بکنید، بلکه همیشه یکی از اپ‌ها بخش کوچیک‌تر رو داره و اون یکی قسمت بزرگتر بهش اختصاص داده میشه. سمت راستتون یه منو دارین که مایکروسافت اسمشو گذاشته چارم منیو.
اسمای عجیب غریب تازگی زیاد میذاره. غیر از دکمه حیاتی استارت، اینجا دکمه سرچ رو هم داریم که اینجا میتونید غیر از اینکه داخل اپی که باز هستش سرچ بکنید و دنبال چیزی بگردید، میتونید انتخاب بکنید که کجای کامپیوتر دنبال چیزی که میخواین براتون بگرده. ولی کلا اگر این حالت بسیار براتون غریبه و یا اینکه یک صفحه لمسی ندارید که از ویژگی‌های این اینترفیس لذت ببرین، حالت قدیم دسکتاپ همچنان وجود داره. در واقع ویندوز دو تا چهره مختلف داره، یکیش اینه و دیگری هم دسکتاپه که همونطور که می‌بینید شبیه همون ویندوز 7 و نسخه‌های قبلی ویندوز، با این تفاوت که اینجا دکمه استارت رو ندارین، دکمه استارت همچنان این کنار توی چارم منیو قرار داره و این حالت رو هم میتونید با صفحه لمسی کار بکنید و هم میتونید با استفاده از ماوس و کیبورد به بخش‌های مختلفش برید. البته خود حالت مترو یا مادرن یو آی هم با ماوس و کیبورد میشه باهاش کار کرد، ولی به طور کلی طوری طراحی شده که اونقدر نمیشه با ماوس و کیبورد ازش لذت برد، بلکه بیشتر بهتره که صفحه لمسی داشته باشین. اما اگر گوشی موبایل یا تبلت دارین قطعا زیاد اپلیکیشن دانلود میکنید. مایکروسافت هم یه اپ به اسم استور گذاشته داخل ویندوز 8 که در واقع بازار اپلیکیشن های ویندوز 8 هستش. همینطور که الان میبینید خیلی به پرباری مارکت اندروید یا اپ استور اپل نیست، ولی میشه انتظار داشت که به زودی اینجا پر از اپلیکیشن های جور با جور بشه. اما ویندوز 8 با همه این هیجان انگیز بودنش یه سری نگرانی ها رو هم ایجاد کرده. مثلا اینکه دو تا چهره مختلف مترو و دسکتاپ داره. من فکر میکردم برنامه مایکروسافت اینه که کار کنه این دو تا حالت خیلی هماهنگ با همدیگه بتونن کار کنن، چون که به دلیل همین دو چهره بودنش خیلی از سخت افزارهایی که براش طراحی شدن هم یه حالت دوگانه دارن، مثل لپتاپ هایی که هم یه لپتاپ استانداردن هم میتونن تبدیل به تبلت با صفحه لمسی بشن. ولی مسئله اینه که این اتفاق نیفتاده و این دو حالت دسکتاپ و مترو تقریبا کاملا دارن هر کدوم مستقلا کار خودشون رو انجام میدن. برای مثال اگر در حالت مادرن اینترنت اکسپلورر رو باز کنین، همون صفحه‌ای که در حالت دسکتاپ باز کردین رو نمی‌بینین. و اگر صفحه‌ای که در مادرن باز دارین رو منتقل بکنید به دسکتاپ و اونجا چند تا لینک کلیک کنین، وقتی برمیگردین به مادرن لینک‌ها و صفحه‌های جدید به این حالت منتقل نشدن و همون صفحه قدیمی اونجاست. و همین که صفحه استارت شما این شکلی، دکمه استارتتون هم در واقع اینجا هستش، نشون میده که شاید برنامه بلند مدت مایکروسافت اینه که کلن میخواد حالت دسکتاپ و اون چهره قدیمی ویندوز رو حذف بکنه و در نهایت یه همچین چهره رو جایگزین اون بکنه. ولی در این صورت باز یه مشکل دیگه وجود داره، اونم اینه که بعضی از اپلیکیشن ها از جمله اپ های مایکروسافت آفیس فقط حالت دسکتاپ دارن و توی این حالت مترو اصلا کار نمیکنن. غیر از آفیس، بعضی نرم افزارهای مفید مثل نوت پد رو وقتی رو آیکونش کلیک میکنین پرتتون میکنه به حالت دسکتاپ و اونجا باز میشه. طراحی این اپ ها هم خیلی با نسخه های قبلیشون فرقی نداره و طوریه که با صفحه لمسی و بدون ماوس و کیبورد کار کردن باهاشون ساده نیست. و چون حالت دسکتاپ دکمه استارت نداره، برای باز کردن یه برنامه جدید همیشه مجبوریم برگردیم به حالت مادرن. و یه تغییر رویه بزرگ دیگه مایکروسافت، طراحی نسخه از ویندوز برای پردازنده های آرمه. اکثر تبلت ها و موبایل های امروزی با چیپ های آرم کار میکنن و نسخه ویندوز RT برای دستگاه هایی که چیپ آرم دارن ارائه شده، که عبارتند از اکثر تبلت های ویندوزی از جمله تبلت خود مایکروسافت سرفس. و ویندوز فون 8 هم همین چهره رو داره منهای حالت دسکتاپ. در آستانه ارزش به بازار، مایکروسافت اپی برای دستگاه‌های ویندوز 8 داد به نام ویندوز فون 8 که میتونین باهاش گوشی ویندوزیتون رو با کامپیوتر و تبلت ویندوزیتون هماهنگ یا به اصطلاح سینک کنین. و پرسشی که همچنان میمونه اینه که آیا بالاخره این ویندوز جدید مایکروسافت رو در بازار دستگاه‌های قابل هم به اوج برمیگردونه یا نه؟ یه نفر که خیلی به این موضوع امیدواره. از هیجان این چیزی که داریم تو پوست خودم نمی گنجم. مدت ها انتظار چنین روزی رو می کشیدم. روزی که ویندوز 8 رو به مشتریان نشون بدیم و عکس العمل اونا رو ببینیم و براشون بگیم چطوری باهاش کار کنن و دستگاه های مختلف رو بهشون معرفی کنیم. کلی امید و آرزو داشتیم که حالا دارن محقق میشن و واقعا هیجان زده ام. آدرنالین خونم حسابی بالا رفته، چون این اتفاق عظیم برای مایکروسافت که مدت هاست داریم خودمون رو براش آماده میکنیم.
اینم از برنامه این هفته کلیک. تکرارش رو میتونید توی وبسایت ما ببینید که نشونیش هست bbcpersian.com/click. از همونجا میتونید نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید، یعنی که میتونید به سادگی ایمیل بفرستید با یک @persianclick تا به دست ما برسه. توییتر ما هم هست @persianclick، یعنی هر توییتی رو با @persianclick انجام بدید به دست ما خواهد رسید. صفحه ما در فیسبوک رو هم فراموش نکنید، facebook.com/persianclick. از همونجا میتونید نظراتتون رو به دست ما برسونید، لایکش کنید، فراموشش نکنید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.